الله الرحمن الرحیم درباره خصای سنبی بود که امروز روز آخرشه. من امرم نخندم، اما چیزای مختصر خندم و الا زیاده. تا به اینجایی که من در این کتاب هست در حدود 90 خصیصه شده. تمامی کنایه که ذکر شده در خصای سنبی 90 تا میشه. خب یکی از چیزایی که از خصائص پیغمبر گفته شده، یرا من ورایهی کما یرا من قدامه، امون قسمی که پیش روی خود پیغمبر میدیده عقب سر خودم میدیده. ای واقعاً از نظر چیز فیزیکی پیغمبر فرق داشته با دیگه انسان ها، ما که عقب سر خود نمی بینیم. این قسم نبوده که با چشم می دیده، چشم پیغمبر مثل بقیه مردم ها. این تفسیر شده که توجه پیغمبر شدید بوده، فراستش شدید بوده، نه اینکه با چشم ایسی می دیده. این قسم توجه شده که تحفظش خوب بوده و حواسش بجا بوده، نه اینکه واقعا همیتو که ما و شما از پیش رو میبینیم از عقبم میبینیم. به خاطر که در چیز در شرایط رویت که صحبت شده، یکی از شرایط رویت یکی در امی کره زمین که مقابل باشه، مقابله روبرو آدم میبینه، پشت سر خود نمیبینه، حس ما و شما نمیبینه، نمچی یک حس داریم. این باید توجیه کنیم که یعنی توجه پیغمبر، حواس پیغمبر پرت نبوده، بجا بوده، دقت زیاد داشته. یکی دیگر حرمت و رفع صوت علا صوتهی، اگر پیغمبر یک جای نشسته صحبت میکنه تو صدای بلند کنی بالای صدای زو، جایز نیه. ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صدای خدا بالای صدای پیغمبر بالا نکنه. ای برای جای دیگه مست استاد شما، پدر شما، مرد بزرگ او صحبت میکنه تو صدای بالای صدای زو بلند میکنی، بی ادبیه. تعدب، قانون تعدب ایره تقاضا میکنه که با بزرگ خود، با استاد خود، با یک عالم، با یک پیرمرد باید صدایش خیلی پایین باشه، صدایش بر او بلند نکنه. اما در مورد پیغمبر بزرگوار اسلام قرآن میگه این کار نکنین، حرامه، نهی میکنه. ولا ترفعوا صدای خود بالای صدای پیغمبر بلند نکنه، درست آرام صحبت کنین. او عربا خیلی یک دیشان وحشی بودن، نمیدن صدای بلند میکرد. برای تادیب اونا آیه مبارکه نازل شد که این کار نکنین. یکی دیگر از خصائص النبی که نوشتن در علم کلام، ارمت و ندایی من ورای الحجرات، که از بیرون اتاق صدا نکنی بالای پیغمبر. اونا همی کار میکردن، از می آمدن از جای دور، اگر مسلمان بودن تازه مسلمان بودن، اگر کافر بودن که هیچ اعتقاد نداشتن، می آمدن بینم در پیش خانه پیغمبر که میرسید، یا محمد، یا محمد، اخرج، اخرج، جیغ می زدن وحشیه. آیه آمد، قرآن نازل شد، اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجَرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اینایی که می آین صبر نمی کنن، برین مسجد بیشینن تا که پیغمبر تشریف بیاره. آمدن و پیش خانش همین صدا می کنن که بیا در واکو، بیا که ما آمدیم. ایتو خیلی ابتدایی بودن عقلشان، اخلاقشان. قرآن اونا را مزمت می کنن، نیک اکثر اینهایی که از کوچه صدا می کنن، از پشت درد صدا می کنن که بیروش او که ما آمدیم، اینا لایعقلونه، عقل درست ندارن.
خب این مزمت میکنه به این نیه که سیاق ای آیه سب و سیاق ای آیه حرمت میرسانه که آدم باید با پیغمبر به رسول خدای فرستاده خدای اونم خاتم النبیین که پیشوای تمام بشریت تا روز قیامت هست باید صدای قدم صدا نکنه بیشینه که پیغمبر بیایه. بعضی هم گفتن که یکی از خواصش ای مثلا در قرآن یا موسی یا عیسی یا یحیی امر صدا میکنه. چی انبیایه چی رسوله و چی اولو العزم من الرسوله اما نام برده شده خیلی نامشانه گرفته از پیغمبر نیه. یا ایو النبی یا ایو الرسول ضمیر مخاطب برای پیغمبر آمده. در تمام قرآن 5 مورد نام مقدس پیغمبر اکرم ذکر شده. او برای زینتش اتو بگویم که این 52 که نام پیغمبر گرفته دو وجه داره. یک وجه عرفانیش که میگیم زینت قرآنه، بعد از نام الله نام پیغمبر زینت قرآنه. یکی دیگر این 50 که ذکر شده یک نوع شهادت خداوند بر نبوت پیغمبره که به نام پیغمبر میگیره که ایشان پیغمبر بزرگ شمایه و خاتم النبیین، نام پیغمبر گرفتن. دیگه در قرآن نیه. ما الان یادی من نمانده که خطاب شده به پیغمبر که یا محمد، ظاهرا در قرآن نیه. یا موسی اینی انا الله، به موسی خطاب میکنه نامشه میگیره، به پیغمبر نیه. در سوره محمد صلی الله علیه و آله نام پیغمبر گرفته شده. در بنی 5 جایی که گفتم نام مقدس خاتم الانبیا است، به ندا نیه که ندا کنه، نامش گرفته شده برای تثبیت مقامش که همین شخص پیغمبره. و دیگر یک نوع مثل که به یک مجلس میشینی گل میاری، قرآن خودش گله، نام الله گل گلهایه، ولی بعد از نام الله نام پیغمبر مثل یک گل زینت میشه، زینت قرآن. پنج آمده دیگه نیامده. ارشود که ان الله لم ينادهی باسمی کما نادا النبیین باسمائهم، همه پیغمبران را خدا به نام صدا کرده بعد ایشان در موقع ندا، همی که گفتم یا موسی یا یحیی یا عیسی مثلا اینا را گفته. در مورد پیغمبر هیچی نیه در قرآن که ندا کنه و نام مقدسش بگیره، نگرفته. یک نوع احترامه. او پنجایم که ذکر شده نام مقدس ذکر شده ولی به نام صدا نشده. ما و شما میکارم، ما هم طوریم دیگه. ما و شما نام بچه های خودم میگیریم، نام طلبه هارم میگیریم. شما بخانه که مثلا نام پدر شما عبدالله، تا الان بخانه نام پدر گرفتی عبدالله بیا، میگی پدر بیا، آقا جان بیا، بابا بیا، کس نام پدر خود نمیگیره. چرا؟ احترام. امی احترام خدا برای پیغمبر کرده. خب پیغمبر مثل ما عبد خدای، عبد خدای، بنده خدای، مخلوق خدای، ولی خدا به او احترام قائل شده، ندا نکرده به نامش. ای از خصائص پیغمبر نسبت به انبیا. او وقت بعضی ها گفتن که برای مردم هم حرامه. او بیابانی هایی که می آمدن صدا می کردن یا محمد صلی الله علیه و آله، اونا بی عقل بودن. ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء امون دعوته، دعوت پیغمبره. اتون او قسم دعوت نکنن مثل که بعضی ها دعوت میکنن. بیا احمد تو را میگم بیا، اینی دعوته. این دعوته خیال نکنن که الله نزدیک دور مسجد که ما شما گرسنه میگه نکه میمانیه. این دعوت به معنای میهمانی نیه، دعوت به معنای خواستن،
میگه یکی رو میخوایی میگه بیا میگم دعوت کرده برای خواستن گفته بیا میگه وقتی که هم دیگری رو میخواین یک عرفیه پیغمبر که میخواین نه مواظب باشین که فرق بگذارین یعنی پیغمبر به نامش نگیرین دیگر را آدم به نامش میگیره آمد آقا بیا فلانی جان بیا فلانی بیا این تو مثلا اما از او چون از شما کلانتره مثل کمو تو که ما و شما در خانه نام پدر نمیگیریم کلانای فامیل نام نمیبریم در بازار و کوچه یک بزرگ داریم نام او رو نمیگیریم نگه از پیغمبر حرامه لا تجعلو نهی میکنه نهی برای حرمته خواستن پیغمبر امو قسم که ام دیگری رو میخواین خواستن پیغمبر یک قسم قرار نده از خصائص پیغمبر یکی همیه اگر یکی دیگر استهزا کردن اگر آدم یک مؤمن استهزا کنه مسخره کنه توهین کنه حرامه مسلمان نباید که مسلمان توهین کنه استهزا کنه او یک کار کرد هر بالش میخندی یک حرف بش میزنی که او رو مسخره میکنی استهزا توهین کردن حرامه در اجتماع اسلامی خیلی انسان ها عزت دارن باید توهین نشون حق نداری که کسی توهین کنی استهزا کنی مسخره کنی شوخی هایی که آدم خوش طبعی میکنه برای صحبت کردن عیب نمیکنه ما که میگم مسخره نکنی یعنی توهین نکنی حرامه اما از پیغمبر موجب کفر میشه و از خصائص اوی که آدم بخواه نعوذ بالله خدا را استهزا کنه یا پیغمبر را استهزا کنه از اسلام بیرون میره بعید نیه که این خصیصه مخصوص پیغمبر نسبت به امت اضافیه مطلق نیه و انبیاء دیگه ما میتونه اون هم از پیش از طرف خدا مقام دارن این تنها به پیغمبر ما مربوط نمیشه یکی میگیم از خصائش سیه گفتم که خصائص دو قسمه گای بل اضافه به سوی امت ها گای بل اضافه للانبیاء ای از همی قسمشیه که نسبت به امت همه طوره استهزای مومنین مسلمین حرامه غیبتشان حرامه تومت زدن حرامه استهزا کردنی به مسلمان حرامه اما به انبیاء موجب کفر انسان میشه که آدم پیغمبره را استهزا کنه چی رسه به خاتم النبیین که استهزا کنه پس این خصیصه برای پیغمبر ثابته ولی برای انبیاء دیگر هم ثابته وجوب و اجابتی علی المسلی اذا دعاه ولا یبطل صلاته اینم یکی در از خصائص ذکر کردن که اگر انسان به نماز بود و پیغمبر صدا کرد جواب بده ای در باره مادر من میتوره فرق میکنه که الان بگم تو به نماز ایستادی وقت هسته وقت فوق نمیشه او مادرت مریضه یا تو رو نمیبینه آب بچه کجایی صدا میکنه ساکت نمانی که من نماز میخوانم این خوشک مقدسیه که نماز میخوانم او مادر توه زود برو نماز بشکنن عیب نمیکنه بگو بلی مادر چی میگی چیکار شده چی بیارم مادر جواب بده پدرم هم اینطوره اونا پدر و مادر خیلی حق داره اسلام دین اخلاق نماز وقت داره بس پس میری میخانی پدر و مادر اذیت میشه اگر نروی میفهمی که کار داره که صدا میکنه مریضه دوهر پیدا نمیکنه چشمای ضعیفه به مو اسنای که تو نماز میخانی او کار داره جواب بده نمازت باطل میشه برو جواب بده که چی میگه در مورد پیغمبر اکرم گفتن که وقتی که صدای پیغمبر آمد که وقت نماز تلف نشود و صدا کرد جواب بده نماز تو باطل نیه پس اگر گفت که کجایی چیه چیز گفت جواب میدی بعد میگه از اونجا نماز خود میخوانی این در خصائص پیغمبر نوشتن بعضی از دانشمنده ولی من هر چی گشتم مدرک این پیدا نکردم که الان بگم درسته
جواب دادن به پیغمبر لازمه لازمه درست، اما نماز نماز نمیشکنانه کلام آدمی مبتل نمازه، این دلیل میخواه در مورد پیغمبر که بگوی بر پیغمبر جواب پیغمبر لازمه اما نماز تو هم درست است. کجا درسته؟ دلیل میخواه. ما روایات داریم که تکلم نماز باطل میکنه، دلیلش پیدا نشد برای پیغمبر اکرم که نماز باطل نکنه، اما وجوب اجابت اگر وقت باشه واجب میشه، که وقتی که از پدر و مادر بگویم جایز از پیغمبر به طریق اولا واجب. لا ذل لبدن الشریف کما اشتهر فی الافواه و ذکره بعض المتکلمین ولم اجد دلیلهم. بله، یکی دیگه از خصوصیات پیغمبر میگن اینه که پیغمبر اکرم سایه نداشته، بدن مقدسش سایه نداشته. الان اگر آفتاب روبروی ما و شما باشه پشت سر ما معنی واقع میشه دیگه، بس سایه میایه پشت این ساختمان. الان آفتاب از اون طرف اون طرفش سایه میشه، اجسام دیگه اجسام ثقیلم جلوگیری میکنه از نشر ضوء نور، از پیغمبر میگه نمیشده. ولی اینم همینطور، ما دلیل ایر پیدا نکردم که یک دلیل معتبر میداشت. یک شاعر شوخی کرده، یعنی لطافت به خرج داده، نیک سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. شعر گفتن علا کلین، علا اون شعر و میدان مبالغه هست. ما که اینجا نشستیم میخواییم مدلل صحبت کنیم، دلیل برای ازی پیدا نشد. یکی دیگه میگه ایچ وقت بر بدن، یکی دیگه از خصایص پیغمبر اکرم میگه ایچ وقت بر بدن مقدس پیغمبر مگس ننشسته. و ما شما خیلی دستی مگس های فضول زیاد میشه، میاییم بالی ادم میشینه، یک بالی پیغمبر اکرم ننشسته. ایره بعضی از متکلمین در خصایص نمیشتن، همچنین ما که در احادیث دیدم پیدا نشد دلیلش. خب معراج یکی دیگه از خصوصیات پیغمبر معراجشه که پیغمبر برد معراج برد. آخرین مرحله عروج ملائکه حتی جبرئیل فقط تا به چیزه سدرة المنتهى، نامشم سدرة المنتهى، آخرین جایی که ملائکه تا جبرئیل امین که از رئیس ملائکه برامه ملائکه افضله، اونم اونجا ہے. وقتی که در معراج به اونجا رسید جبرئیل بود، یک هیست بش رسید و اونجا معطل شد. پیغمبر گفت در اینجا مر تنها میگذاری، در این عالم وحشت تنهایی که من هیچ نیامدم چرا نمیای مر تنها نمان؟ گفت نه یا رسول الله، شما برین از ما خلاص شد. لو دناوتو انمولتن له ترخت، اگر به اندازه یک انگوشت از این جایی که من ایستادم پیش برم می سوزم، ماه می شم، از تیم از بین میرم، دیگه اجازه برای من نیه که من پیش برم، این کاری فقط مخصوص توه. دیگه کس نیامده، این صدرت المنتهای بازار و چوک بازار نیه که هر کس هر جا دلش میخواد. این آخرین درجه مخلوقات هست. لو دنوت عن مولتن لحترق، در سعدی امیر در چیز میگه در کتاب خود، بدو گفت سالار بیت الحرام، یعنی به جبرئیل گفت که ای حامل وحی برتر خرام، بیا پیش بیا. بگفت از کرد یا رسول الله، بگفت فراتر مجالم نماند، خلاص شد، بماندم که نیرو و بالم نماند، نه بالم برای من میمانه اینجا، نه قدرت، خلاص اینجا مثل یک میخ میشم که گر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. خلاص شد، من دیگه رفتن میتوارم. پیغمبر تنها رفت که گر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم.
یک وقت یک صاحب منصب آمده بود در قندار پیش من، حالا اون میشه بود چی بود دیگه نمیدارم، یا حق ازمی حاکم بود یا والی بود، حالا یاد مرفته. او به من سوال میکرد درباره معراج و اینها و کاکشانها و اینا صحبت میکرد. یک کمی که بهش گفتم درباره کاکشانها صحبت کردم، گفت آخ ایمانم به خدا صاف شد. گفتم چرا؟ گفت من که فکر میکردم، من خیال میکردم که همین خدای و همین زمین، این زمین که از خدا نیه، نصفش گفت از امریکای، نصفش از شوروی. یک عده به شوروی علاقه دارن، کمونستاین اون زمان شوروی خیلی قوی بود، یک سه دیگه شم امریکایی حکومتی اونایی، برای حکومت خدا جای نمانده که نگه ولله ملک و سماوات و الارض اونا گرفتن. حالا او فکری اویه که نگه این قسم بود. گفتم نه کهکشانها زیاده، کهکشانها زیاده، میلیاردها کهکشان در فضا، تنها این زمین ما موجودات عاقل به نام انسان داره، ممکنه که در کرات دیگر صدها کره، هزارها کره دیگر مخلوقات موجودات مادی داره. از یک آیه که در سوره شورا ایدانسته میشه که موجودات مادی در آسمانها زیاده، کرات زیاده، یه این زمین ما به اندازه یک دانه گال از زنه، هیچ ارزش نداره، اونجا خیلیه، موجودات خیلی زیاده. یه رفر بهش گفتم، گفت ایمانم صاف شد، حال دیگه به خدا درست ایمان میارم. گفتم خیلی خوب. غرض ایه که امی گفتگو شد کمی، ما بس چیزم بود قوی در اسکر در فرقه هم بود کار میکرد، میفهمید. در باره معراج از ما سوال کرد که علی خصیصه معراج میخوانیم که غیر از پیغمبر ما هیچ موجودی، چی بشر چی غیر بشر، با او جایی که او رفته که نرفته، هیچ کس نرفته، با یک جای رسید که پیغمبر اکرم میگه فقذفنی فی نور قصفا، او براقی که آورده بود براق اسب نبوده. امی بعضی اکثر میبینن در ایران که معراج پیغمبر بالی اسب شندن که این به معراج رفته، اسب مسخره ای، براق اسب نبوده. نعوذ بالله، خدا در آسمان مکان نداره که پیش خدا رفت، اشتباه نشه، و خدا مکان نداره، برای خدا زمین و زمان و کرات دیگر همه به سویه، او جسم نیه. ای که میگیم دور یا نزدیک، بالای یا پایین، با چپ توی یا براست، پشت توی یا پیشت، اینا برای ماه که در مکان زندگانی میکنیم. ما جسم داریم در مکان و زمانیم، ایچ امکان نداره که انسان یا هر موجود مادی از زمان و مکان بیرو باشه. با قول اینشتین، امی که ماده پیدا میشه، زمان و مکان ممرش پیدا میشه، هیچ موجود مادی به مکان و زمان نیه. ولی ایتو نیه که خدام خدا را هم شامل شوه که بگویم خدا بالای سر ماه، او بالا، خدا میگیم بالای، این فوقیت، فوقیت معنویه، مادی نیه، خدا نه مکان داره نه زمان. و امروز این قضیه تا یک حد علمی شده به می نظری اینشتین که میگه زمان و مکان با ماده پیدا میشه، اگر ماده نباشه نه زمان نه مکان. الا این چی قسم تصور میکنین مشکله دیگه. خب پس خدا زمان و مکان نداره، تو نیه که پیغمبر رفت پیش خدا، نعوذ بالله. اینا فکرای عامیانه مزخرف. بالاخره پیغمبر اکرم به یک جای رفت، از این چی که رفت از زمین میره بگم به براق رفت. اون براقی که از روایات به دست میایه یک ماشین بسیار بسیار پیچیده بوده، فقط یک نفر جا داشته که پیغمبر تنها نشسته، ای حرکت نمی کرد از زمین، چیزش ای شفر داشت، ای به شفر می رفته، نرفت. یک مرتبه شاید به یاد جبرائیل آمد که من شفر نگفتم، گفت یا محمد صلی الله علیه و آله، حرکت کرد، حرکت کرد، شفرش بوده ای.
بعضیا خب کلیر میندازن یعنی موترای ما شما کلیر که چک زدی ماشینم روشن میشه دیگه ای به اون چیزا روشن نمیشده ای اینا اتومات پیشتیه روز قیامت هم ای با پیغمبر هست میراج همین چیز براق ماشین یک نفر جا داره بس حرکت کرد و رفت جبرائیل خودش جسم لطیف بود او یه چیزا نمیخواست او هم رفت یک نفر نشست چیزهایی درباره معراج نوشتن درباره براق او چیزهایی که نوشتن که چند هزار پیچ داشته حتی در یک روایت داره که الف هزار هزار یک میلیون میشه یک میلیون پرزه داشته پرزهای ماشین خیلی پیچیده بوده از این پولوهایی که امروز میره از این قمرهای مصنوعی این خیلی پیچیده پیچیده تر بوده یک صفاتی ذکر شده یک وقت ما در اکادمی علوم اونجا یک جلسه بود امونا را بیان کردم که این مسخره نیه یکتی که میگن پیغمبر معراج رفت این افسانه نیه که بگیم قدیمیان نمیفهمیدن دروغ گفتن او روایت های داره او زمانه که علمم پیش نرفته بود این روایت هایی که وارد شده در مورد معراج خیلی این براق پیچیده بیان میکنه براق هم میدنن که از ماده برقه خیلی پیچیده بوده این رفت تا یک قصه که رسید براق دیگه خلاص شد این برای شرایط این بود که تا این ببره تا بعضی کرات رسید مثلا به سدرت المنتها رسید اونجا که رسید جبرائیل ماند او به اصطلاح دیگه حاضر باش پیغمبر اکرم بود گفت یا رسول الله استعداد ما خلاص شد این دیگه از خود شما برین بفرمایید پیغمبر تنها رفت بعد یک تعبیری دیگه داره در معراج فقذفنی فی الموج فی نور قصفا میگه مرا به فشار نور بردن دیگه معراج این براق منده بود میگه مرا به فشار نور بردن این یک وقت من صاحب منصب بود تعلیمات خوبی دیده بود ما برای زوی قاید کرده بود زد چرا بود زد گفت در روایت های مایه گفت ما فقذفنی فی نور قصفه گفت وای ما خیال نمی کردم ما گفت ما فقط نماز شونیدم از مولا که نماز واجبه گفتم نه بعد از نماز چیزای دیگه هم هست معرف اسلامی زیاده گفت الان دانشمندان غربی همین نظامی ها از رای امی تکنولوژی که امروز در قرن بیستم پیدا کردن به این فکرن که مثلا فرض کنن در یک سه دنیا جنگ میشه یا امریکا یا شوروی میخواه که عساکر خود بفرسته این اگر به تیاره بفرسته 4-5 ساعت طول میکشه مصارفش هم سرسام آوره ممکن نیه که تانک به تیاره بگذارن و نفر به تیاره 10,000 نفر چند هزار تیاره بیای برو اینا میگن الان این فکر میکنن خب ما دوستادایی شنیدم که این فکر میکنن که اگر بتوانن انسان که امی اسکره مثلا از غرب کره زمین و شرق کره زمین بیارن یا بالعکس به وسیله امواج نور ببرن به وسیله امواج ببرن اینا را زود میرسه اگر این کار با شما مصرفش هم کمه اما تو که انسان را امی قصه میبره حیوانات هم میتوانه که ببره چیز اصلیه را میتوانه که ببره تانک و توپ اینا را میبرن به فشار نور میبرن گفت در قرن بیستم ای الان گفتگو هست نکه کردن ای کار نشده ظاهرا تا الان هم نشده ولی در مورد پیغمبر شد نک فقذف او زمانه کسی عرفار نمی فهمید این هر نمیشه که یک نفر بگویم شاید یک صاحب منصب شکم خود ایر بیرو کرده او زمانه صاحب منصبای عسکری این هر نمی دانسته فقذفنی فی نور قصفه مرا به فشار نور برد تا یک اسه به فشار نور رفته این هنوز به بشر به این جا نرسیده ولی خوب او خدای بشر او را برد یک باز که پس بر میگرده دیگه براق نیه رف رف میه
بر رفرف آوردن پایین، او دیگه ماشین بوده، این فقط برای بالا کرده بردنش خوب بوده، اما برای پایین کردنش دیگه میخواسته. در یک قصه از فضا هم که پیغمبر اکرم معراج رفته در بعض روایت داره که به وسیله رفرف رفت. خیلی پیچیده معراج پیغمبر. اگر علم پیش برو و این احادیثی که در کتب مسلمان هست و در مورد صعود پیغمبر و نزول پیغمبر صحبت شده یک کتاب میشه. چند نفر متخصص میخواه، امینه که الان در مورد فضا کار میکنن، در مورد اپولو کار کردن، در از کرات فضا میدانن، اگر بیاین اینا را ببینن، این روایت ها و احادیث ها ممکنه یک کتاب بزرگ درست شد. این معراج عجیبه که پیغمبر کجا رفت و چی دید. این روی مقدس پیغمبر به عنوان خاتم النبیین، به عنوان قائد بشریت تا به روز قیامت که بر افکار حکومت کنه، این روح هم باید از نظر ریاضت و تربیت و عبادت چارت شوه و هم از نظر علمی چارت شوه، از هر جهت باید چارت شوه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یک احتمال همیه ای آیه را میگه و آیه دیگه میگه و ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه بشریت تو را فرستادم. این مثل دیگه انبیا نبوده، هیچ پیغمبر بر تمام چیز مشهور مبعوث نبوده، بر تمام مردم ارتباطات نبود. یک پیغمبر چی قسم به شکل متعارف میتوانست صدای خبرمه عالم برسانه؟ هر کدوم بر یک جای خاص ماموریت داشت. اما در باره پیغمبر میگه و ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای تمام بشریت تو را فرستادم. خب میفهمید خدا که عصر ارتباطات میآید. این پیغمبر یک زمان خاص نیه، تا روز قیامت پیغمبره. علم پیش میره، عصر ارتباطات میآید. امروز به رادیو، به تلویزیون، از اینا که بگذاری سایت کتاب بین المللی عصر ارتباطات. امروز ما نمیدانیم که در آینده چی کار میشه، ممکنه که از این مراتب بالاتر بروه ارتباطات. لذا دین اسلام دین جهانی شد. در پناه امینه امروز اسلام میتوانه صدای خود، من اینجا صحبت میکنم، شب ممکنه تاجیکستان، ایران، چند کشور دیگری، پاکستان، اینجا همه میشنوند که من چی گفتم. به سایت یک چیزی را میمیسن، تو هم میخوانه، او هم سایتم شبور میخوانه، او که به امریکا و به اروپا شده او هم میخوانه. اصل ارتباطات دیگه. لذا دین اسلام دین بشریت هست. به براق رفت، بعضی جا به رف رف رفت بالا، بعضی جای دیگه که او سایل کار نمیداده، خدا او را میدانه، به وسیله امواج نور، به فشار نور او را برد تا به هر جایی که خدا میخواست. پیش خدا نبوده، خدا به همه جای خدا جسم نداره، تا که به اونجا که رسید بمرش صحبت کرد. یک تشریف بزرگ بود برای پیغمبر اکرم. دیگه به یک جای صحبت ها رسیده بوده که همی الان نمیتونه دیگه، همی دولت بر کاغذهای دولت، اسناد دولت، یکی سریه، یکی فوق سریه، یکی دیگه هم در سه مرحله داره که اگر کارمندای دولت اونا را افشا کنه فورا رو محاکمه میکنن. میگه اینا اسناد سری بود، چرا پخش کردی؟ اونجا میتره کجا رسیده که دیگه چیزای بشکفته که دیگران نفهمه و نه قرآن اونا را خواسته بیان کنه، یک کلمه گفته. در نزد نکته دانان یک نکته صد کتاب است. اینم اینجای حالا بو شاعر در این مورد نگفته، من میخوام تطبیق کنم شعر او را. در پیش نکته دانان یک نکته صد کتاب است، این خال را به صد وجه تفسیر میتوان کرد. چی گفت اون نکته چی بود؟ فاوها الى عبده ما اوها،
در اون نقطه اوجی که پیغمبر در قرب الهیه، قرب معنوی نمیگم که بعد جسمانی اشتباه نشه، در قرب معنویت قرار گرفته، میگه فاوها الى عبدی، خدا به سوی عبد خود وحی کرد. چی؟ ما اوها، او چیزایی که وحی کرد که نه تو میفهمی نه او دیگه میفهمه، نه انبیا میفهمیدن که چی بود، چی مقامی بوده او. راز ما اوها نداند ما سوا. من یک دیوان دارم، اونجا نمیشته بودم، در جوانی یک دیوان شعر داشتم. راز ما اوها نداند ما سوا، اقرب از قوسین شد اون رمزها. هیچ کس نمیدانه که چی گفت. یک وقت من به شما گفتم بهمنیار شاگرد ابوعلی سینا بود. ابوعلی سینا شاید اگر بگم مبالغه نشه و نابغه بود در امه علوم. شاگردش بهمنیار گفت بیایید دای پیغمبری کو چرا نمی کنیم به این فضل و کمالت؟ او ساکت شد. یک روز در همدان بود ابوعلی سینا، برف باریده بود یک متر، حالا یک متر هم از خود میگم، خیلی برف باریده بود سرد. نیمه های شب بود، ابوعلی سینا از خواب بیدار شد، گفت بهمنیار بیدار یا خواب؟ گفت استاد بیدارم. گفت برو برای ما آب در تشنه. بهمنیار دید که برو پایین، نولی آب که نبود، باید برو از خانه بیرون شو و چار پیدا کن و برای زی از چا آب بکشه بیاره. گفت استاز آب برای تو خوب نیه، مریض میشی، خیلی هوا سرده. گفت او فضول به ما میگی؟ ما استاد تویم در طب، ما خودم نمیفهمم که آب برای ما ضرر داره یا فایده. برو آب بیار. دو سه دفعه گفت نرم، آخر گفت خیلی سرده استاز، صبر که صبح شوه. نیاورد برای شوه که نیاورد. ای ابوعلی سینا به بهمنیار گفت، به شاگرد خود گفت، من تشنه نبودم، خواستم که جواب حرف تو را بدهم. یک ماه پیشتر یا 20 روز پیشتر یادت توی که به ما گفته دعای پیغمبری کو. به می اسنا که اینا صحبت میکرد، موزن بالا شده بود، طلوع فجر بود، صدا میکرد که اشهد ان محمد رسول الله. گفت من زنده ام، سه دفعه بعد گفتم آب بیار، ما حق ما از پدرتون بر تو بیشتره، تو درس پیش ما خاندی، علم تو از ماه، ما هم الان زنده، تو هم زنده، میگم برو آب بیار. هیچ بلا به سرت نمیابد، نکشته میشود، یک کمی هوا سرد بود اذیت میشودی، نیاوردی. این میبینی این مرتکه که اذان میده، خانیش خوب به مسجد نیست، کوچی دیگه آمده با این هوای سرد، این کار یک روزم نیه، هر روز از خانه خود حرکت میکنه، با امی برف، با امی سرداب سرما، هم صبح حرکت میکنه، هم زور حرکت میکنه، هم شب میای صدا میکنه که واشهد ان محمد رسول الله. ای هزار سال یا 500 یا 600 ساله که پیغمبر فوت کرده، ما زنده ام روبرو با تو میگم برو او بیار، تو قبول نمیکنی، نفرمانی میکنی. این هر میبینه که چه خدا به این مقام داده به این پیغمبر، که این مرتی کر از خازیر خواب گرم لعافت گرمش بیدار میکنم، به مسجد میایه، اونم بالی مناره بالا میشه و اذان میده. ما یادت هست که به ما گفته دای پیغمبری کو؟ الفهمیده که غلط گفته بودی. تو خیال میکنی که پیغمبر مردم احترام میکنه، مرم به خاطر علم اشهد ان ابوعلی سینا صدا میکنه؟ چی میگی تو؟ این تراب و رب الارباب، همه تراب. چی قدر این پیغمبر اسلام در دل مسلمان احترام داره، محبت داره. شما حساب کنن الان در امی کره زمین چند میلیارد مصرف شده برای مساجد، برای مدارس حسینیه ها، چند هزار کتاب در مورد اسلام نوشته شده. اینا همه تاثیر روح مقدس سرور کائنات. فاوه ایتو چارت شده لمبر یک، فاوها الى عبدی ما اوها.
کاش که از در یکیش به ما میرسید. خیلی خوب بود. ما چی یاد گرفته؟ این معراج با می کیفیتش منحصر به شخص پیغمبر از خصائصشه. دیگه بشر که بگذر، چی بشر، چی ملائک، چی مخلوقاتی که در کرات دیگریه، شاید هیچ موجودی در طول تاریخ ازلیت و ابدیت پیدا نشه. این مخصوص پیغمبر اکرم معراج که انشاءالله فهمیده شد در معراج خیلی مطالب داره، خصوصا همین قضیه براق. اینا را یک عده احمق بیعقل، اینا که دین ندارن، هر میخندن. پیغمبر معراج رفت، از این حرارت ممکن نیم، سختر این میکروبات او قدر یا سرد فضا یا گرم، اما کشته میشه. پیغمبر معراج رفت، هر میخندن. ولی اسب سوار شد. خب چه کدوم اسب بود؟ بزرگترین ماشین و معقد. معقد به عربی یعنی پیچیده. معقدترین ماشین برایش آوردن. یک میلیون پرزه داشته تقریبا طبق یک روایت. ای باز ای سرعتی زی باز ایش که بالا می رفته پایش دراز می شده، دو پای دستن پیشش، پایانه اون چرخایش دیگه، پایین می آمده او دراز می شده. چیزای عجیب و غریب. من اینا رو در بعض کتاب ها نوشتم، در امی که اگر می خواستن اینا رو پیدا کنن، در امی کتاب موجم الاحادیث هم هست، شاید در جزء اول باشه یا در جزء دیوم، که در باره معراج پیغمبر که حادیث نقل کردم اونا رو نوشتم. که اینی از روایات ده دوازده چیزه در باره براق، خیلی پیچیده. او که میخنده از بیعقلی و بیسوادی خود میخنده. تو وظیفه داری که اینا را برای مردم بیان کن. که هنوزم این فهمیده نشده در قرن 21 هنوزم کس نیه که دیگه اینا را حل کنه. ما بشریت یک قدمی کوچیک برداشت، به ما رفت اینجی. ما چند کیلویه؟ 400,000 کیلو. کمتر از 400,000 هم کمتره، لیکن برای تعبیر 300,000 چقدر مثلا میگم 400,000 کیلومتر از زمین دوره. اینا رفتن به کره ما، به چی مصرف، به چی تجربیات هزار سالی خود توانستن که برو. او تا کس ما مریخ نرفت. یعنی الان ما و شما عکسای مریخ میبینیم در زمین که هستیم، عکسش را گرفتن، ولی کسی اونجا پیاده نشد. پیغمبر به یک شب رفت. ما گمان میکنم که حداقل منظومه شمسی ما خارج شده یقینا، حتی احتمال یکی از کهکشان من بیرون رفته، از کهکشانم برگشت آمد. چی سرعت بود، چی کار شد، روی کدام حسابی برو، ای خودش حرف داره. اون نظری اینشتین که میگه نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه، اگر از او بیشتر شد دیگه سرعت نیه، هر چیزی که از این سرعت بگذره تبدیل به نور میشه. اونا اینجا به درد نمیخوره، پیچیده میشه. یک دا 20 نفر متخصصا رو میخواین که در فضا معلومات زیاد داشته باشن تا بشینن اینا رو صحبت کنن. والحمد لله رب العالمين.